قرآن عظیم و شن در مورد نیابت خاصه که یکی از حجت های الهی هست اون طوری که ما قبلا بحثش را کردیم چی می گفت؟ ما گفتیم راج پیغمبر بله آیات اشاره داره بر رسالتش اما آیا نسبت به نایب خاصه هم ما آیه داریم؟ مسلمان همچی چیزی نیست نداریم ما همچی آیه, ایه که ما بیاییم با او آیه استنباط کنیم استدلال کنیم استخراج کنیم بگیم آقای فلانی را آمده خداوند متعال با این آیه نایب خاص خودش قرار داده در حالی که اینهایی که آمدن این حرف را زدن مغالطه آمیز با برداشت زیرکانه از آیات الهی و چقدر زیرکانه آمدن از آیات الهی استنباط برنامه کردن گفتن اینها در نص مستقیم با خواب و رؤیا حجت خدا رو معرفی کرده و یکی از حجت های خداوند نایب خاص خداوند متعال خب مطلب دیگر اینه که ما از کجای آیات میتونیم استفاده کنیم که این شهادت خدا که اینها مگن بر اساس حرف اینها گفتن خدا خودش شهادت میده دیگه و در این آیه اینطوری میگه خب از کجای این آیه ما استفاده میکنیم از این آیات و کس آ... آیاتی که همسیاقی با این آیات هست هم معنا و هم مفهوم با این آیات هست از کجای این آیات استفاده میکنیم که نص مستقیم و خداوند خوابه همچی چیزی داریم در این آیه استاد به صورت آشکار از معنای ظاهری آیه هم حتی برداشت غلط شده بله خوب حالا اون به جای خودش اون قدم اول بود قدم دومش یعنی زیرکانه برداشت غلط شده از آیه مغرزانه بود مغرزانه برخورد کردن اینا با آیات و اینه که ما میگیم اینها تفسیر به رأی مکند و اینه که ما میگیم منابع متقن و اطمینان بخش باید باشه تا ما از اونها برداشت برنامه بکنیم از هر جا ما نمیتونیم آیات الهی را بالاخره بر اساس رأی یک عده که آمدن اینها غرزالود برداشت حکم کردن استفاده کنیم خب شهادت مستقیم خداوند اینجا خداوند نگفته من شاهدم میگه کفایت میکند به خداوند اون شاهدهایی که برای حجت الهی و پیغمبر اسلام فرستاده و اون قرآن و اونطوری که مرحوم علامه تبرسیمه گفت آیات و نشانه است که از طرف خداوند متعال آمده همین حرف را هم مرحوم علامه تباتبایی در تفسیر المیزان مزنه و میگه فلقن الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم الحجه لرسالته با این آیه خداوند و پیغم، پیغمبر خودش تلقین میکنه میگه میفهمانه که ای پیغمبر برای کفار بگو اون حجت هایی که برای رسالت من ارسال شده اینها در مورد پیغمبری من کافی است همه قرآن را اگر شما مراجعه بکنید خب با آیاتی که نسبت به رسالت حضرت پیغمبر داره انک من المرسلین خب انک من المرسلین تصریح میکنه که این آیه نسبت به پیغمبر و پیغمبر مگه تو از پیغمبران مرسل و ارسال شده از طرف خداوند متعال هستی پس ببینید در حقیقت این آیات در مورد سند رسالت پیغمبره این آیات شهادت آیات گواهی حقیقتا گواهی سند رسالت پیغمبر عظیم و شعن اسلام که با اینها آمده خداوند گفته کفایت مکنه تو پیغمبر باشی برای کفارم همین حرفها رو بزن